خب بالاخره بعد از حدود 10 15 سال تاخیر تلسکوپ جیمز وب پرتاب شد امروز یه روز تاریخی بود برای علم و علاقمندای به علم از این به بعد آماده باشید تا خیلی بیشتر اسم تلسکوپ فضای جیمز وب رو بشنوید آماده باشید تا هر چند وقت یه بار خبر یک کشف مهم درباره جهان هستی و ستاره ها و سیارات و این چیزا بشنوید به خیلی از شما که چندین سال منتظر این لحظه بودید تبریک میگم اون دوستانی هم که منتظر شکست این پروژه بودن امیدوارم الان زیاد ناراحت نباشن چون با موفقیت پرتاب شده و داره به سمت جایگاهش حرکت میکنه تو این ویدیو مراحل پرتابش رو توضیح میدم و در مورد اتفاقاتی که تو هر مرحله افتاده صحبت میکنم در مورد طرز کار این تلسکوپ یه ویدیو کامل دارم که لینکش این بالا میاد پیشنهاد میکنم اگه ندیدید اول اون رو ببینید اونجا کامل توضیح دادم در مورد اینکه این, این تلسکوپ چطور کار میکنه و چه چیزایی قراره به دانش ما اضافه کنه دقیقا ساعت 3 و 55 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران 4 دی 1400 یا 25 دسامبر 2021 یعنی دقیقا روز کریسمس تلسکوپ جیمز وب با موشک آریان 5 پرتاب شد. در واقع آخرین تاریخی که برای پرتاب در نظر گرفته بودن 22 دسامبر بود ولی خب به خاطر شرایط بد آب و هوایی دوباره دو سه روز دیگه عقب افتاد. امروز هم هوای اون منطقه کاملا ابری بود. اتفاقا من خیلی ناراحت شدم چون موشک خیلی زود رفت داخل ابرا و ناپدید شد. دوربینا نتونستن زیاد دنبالش کنن. از اینجا به بعد ناسا ادامه کار رو روی شبیه‌سازی کامپیوتری نشون داد. به اضافه اطلاعاتی مثل ارتفاع موشک و سرعتش و چیزای دیگه کلا از زمان پرتاب موشک تا لحظه رها شدن تلسکوپ تو فضا و حرکتش به سمت محل قرارگیریش چند تا مرحله یا چند تا نقطه بحرانی وجود داشت که دونه دونه توضیح میدم. دو دقیقه و 20 ثانیه بعد از پرتاب بوسترا جدا شدن. اینجا موشک 70 کیلومتر از سطح زمین فاصله گرفته، سرعتش هم تقریبا دو کیلومتر بر ثانیه است. بوستر کلا کارش اینه که اون لحظات اولیه‌ای که موشک میخواد از سطح زمین بلند بشه کمکش کنه. بعد از اینکه موشک به اندازه کافی از زمین فاصله میگیره، سوخت اینا هم تموم میشه و سقوط میکنن رو زمین. ولی خود موشک همچنان سوخت رو به حرکتش ادامه میده این اولین مرحله بود که با موفقیت انجام شد خب موشک همچنان ارتفاعش بیشتر میشه همزمان در حال چرخیدن به دور زمین هم هست یعنی در واقع از چرخش زمین استفاده میکنه برای اینکه سرعتش بیشتر بشه و سوخت کمتری مصرف کنه مرحله بعدی جدا شدن پوشش سر موشک که تلسکوپ داخل این قرار گرفته سه دقیقه و 20 ثانیه بعد از پرتاب این مرحله هم با موفقیت انجام شد اینا تصاویری هستن که از دوربینی پخش میشه که روی بخش بالای موشک نصب شده زیر تلسکوپ الان 5 دقیقه از پرتاب گذشته همچنان سرعتش داره بیشتر میشه ارتفاعش از سطح زمین هم داره بیشتر میشه مسیر حرکتش هم اینجا نشون میده که از کجاها داره رد میشه الان شرق آفریقاست تقریبا 9 دقیقه بعد از پرتاب بخش پایینی موشک جدا میشه اما بخش بالایی همچنان وصله برای اینکه تلسکوپ رو حرکت بده به سمت اون نقطه مورد نظر بیشتر از 200 کیلومتر از سطح زمین فاصله گرفته با سرعت 7 کیلومتر بر ثانیه داره حرکت میکنه به سمت شرق 25 دقیقه بعد از پرتاب قسمت بالایی هم خاموش میشه اینجا یه مرحله حساس شروع میشه یعنی جدا شدن کامل تلسکوپ از موشک تمام کارها تا الان همونطوری که انتظار میرفت انجام شده یعنی هم ارتفاعش مناسبه هم سرعتش فاصلش از زمین با سرعت نزدیک 10 کیلومتر بر ثانیه داره بیشتر میشه الان چیزی حدود هزار کیلومتر از زمین فاصله گرفته یعنی تقریبا دو برابر هابل حساسیت این مرحله به خاطر اینه که از اینجا به بعد تلسکوپ باید به صورت مستقل حرکت کنه به سمت خونش برای همین اینجا افرادی که دستن در کارن بیشترین استرس رو دارن تحمل میکنن بالاخره دقیقه 27 بعد از پرتاب تلسکوپ به طور کامل از موشک جدا شد حساس ترین مرحله هم با موفقیت انجام شد و صدای جیغ و دست همه بلند شد دوربینی که روی قسمت بالایی موشک نصب شده دور شدن تلسکوپ رو نشون میده که البته تصویرش یه مقداری پرش داره نمیدونم چرا اینجوری میشه به هر تلسکوپ فضایی جیمز وب بالاخره سفرش رو شروع کرد اولین کاری که انجام میده اینه که پنل‌های خورشیدیش رو باز میکنه تا انرژی که لازم داره رو به دست بیاره بخش بالایی موشک هم کم کم دور میشه احتمالا زاویش طوری تغییر میکنه که دوربینش دیگه نمیتونه ادامه حرکت جیمز وب نشون بده تقریبا باید 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله بگیره که فکر میکنم تقریبا چیزی حدود دو هفته دیگه میرسه به نقطه لاگرانژی L2 مدار حرکتش میشه دور همین نقطه یعنی از اون به بعد دیگه دور همین نقطه L2 که فاصلش از زمین تغییر نمیکنه میچرخه بعد همراه با زمین دور خورشید میچرخه وقتی هم که تو مدارش قرار میگیره تقریبا 5 6 ماه طول میکشه تا ابزاراش به طور کامل آماده بشن و اکتشافاتش رو شروع کنه پس سفر تلسکوپ فضایی جیمز وب تازه شروع شده هنوزم احتمالش هست که مأموریتش با مشکل مواجه بشه هرچند میشه گفت سختترین مراحلش که بلند شدن از رو زمین و جدا شدن از موشک و حرکتش به سمت مدارش هست تا الان موفق بوده بعد از حرکت تلسکوپ بیل نلسون مدیر ناسا هم یه سخنرانی کوتاه انجام داد و گفت که این یه روز بزرگ برای سیاره زمین از تیم این پروژه تشکر میکنم شما در طول بیشتر از سه دهه این تلسکوپ رو ساختید که ما رو در زمان به عقب میبره این یه ماشین زمانه قرار ما رو ببره به زمانهای خیلی ابتدایی جهان ما قرار چیزهای شگفتانگیزی کشف کنیم که هرگز تصور نمیکردیم خب مرسی که با من همراه بودید فقط خواستم یه گزارش کوتاهی بدم از این اتفاق خیلی مهم حتما نظرتون رو تو کامنت برام بنویسید شاد و سلامت باشید فعلا